خب با نحوه کشیدن چیزهای مختلفمون توی فضای 3D خیلی شبیه همون کاری که ما تو فضای دو میکردیم به طور مثال من اینجا اگه بخوام یه دونه مستطیل برای کف این سطح ایجاد بکنم میام توی نمای روبروم در ضمن این دوربین هاتون رو از اینجا میتونید بهش دسترسی داشته باشید اگه بیش از یه دوربین اضافه کردید و حالا مثلا نمای تاپتون رایت لفت بک و نمای استانداردی که توی کار 3D دارید همچنین لیات چارتایی هم میتونید از اینجا داشته باشید که برای یه سری از کارها خب خیلی راحت تره مثلا من اینجا میام ابزار کشیدن رکتنگل رو انتخاب میکنم و میارمش فرزن اینجا یه خورده بیام جلوتر اینو میذارم وسط تصویر و حالا که کارم تموم شد دور برمیگردم به همون لیات اصلی تک تصویری که داشتم خب نفته این چون رنگش دقیقا هم رنگ نوشته های ماست دیگه دارم ممکن اذیت بکنم و خاکستریش میکنم که راحت تر دیده بشه خب الان ما اینجا یک کف هم برای این تصویر تعریف کردیم این ابزاری هم که اینجا ما داریم ابزار تغییر چیزهای سوودی ماست که کیو شورتکاتش اگر خواستید میتونید با زدن و کلید کیو هم بهش دسترسی داشته باشید یه نکته خیلی مهم دیگه ای که اینجا وجود داره اینه که برای اسکیل خب شما باید این گوشه ها رو بگیرید و بزرگ و کوچیک بکنید اما برای چرخیدن شما سه تا دایره اینجا دارید که تو سه تا محور مختلف میتونید تصویرتون رو بچرخونید مثلا توی محور وای یا ایکس یا زد اما اگر شما این گرفتن این دایره ها و چرخوندن واسه سخته میتونید کامند رو نگه دارید و فقط دیگه ابزار چرخشتون رو ببینید اینجوری خیلی راحت‌تر ممکنه باشه برای حالا تغییرات چرخشی ایجاد کردن من اینجا الان میخوام برای این تصویر و برای این سنی نور ایجاد بکنم من میام توی قسمت آبجکت و نیو لایت رو میزنم همونطور که شما میبینید یه نور به تصویر من اضافه میشه که روی چیزهایی که اینجا دارم تاثیر میذاره حالا روی نوشته رادان روی نوشته امیر و حالا دایرهایی که من اینجا دارم ما سه نوع نور توی موشن داریم چهار نوع ببخشید یکیش امبینت دایرکشنال پوینت و اسپات اما مشکلی که نور توی موشن داره اینه که سایه نداره شما اگه قبلا با افتر کار کرده باشید و با سن های 3D افتر افکت حتما متوجه شدید که سن های 3D افتر سایه میتونه نور توشون ایجاد بکنه اما متاسفانه توی موشن حداقل الان که ورژن 3 هست و من دارم ورژن 3 رو تدریس میکنم نور سایه نمیتونه ایجاد بکنه همونطور که شما میدید این نور سایه نمیده اگر شما بخواید یکی از این چیزهایی که اینجا دارید مثلا این نوشته رادامکتون نور نگیره از این منبع نوری که ما اینجا داریم میایید توی قسمت لایتینگش و به جای اینهریت آفش میکنید الان دیگه نور ما روی این نوشته رادارمون تاثیر نمیذاره یا اگر خواستید میتونید هایلایت هم براش روشن بکنید و اگر یه جاهای نزدیک بهش بشه یه هایلایت توی یه قسمت هایش ایجاد میکنه میتونید شدت هایلایت رو هم کم و زیاد بکنید خب شاید یکی از اولین بارایی بود که شما گفتین از اول آموزش موشن تا بال داشتی از موشن تعریف کردی حالا چی شد یه بار از افتر افکت تعریف کردی خب واقعیت این نور توی افتر سایه داره ولی توی موشن نداره دیگه کارش نمیشه که در ضمن من خودم هم خیلی از نرمفزار افتر خوشم میاد اینجوری نیستش که بخوام بگم یه جنگ بین موشن و افتر خب یه مزیت دیگه هم باز افتر افکت توی قضیه 3D نسبت به موشن داره اینه که دوربین افتر میتونه دپت فیلد داشته باشه یعنی به طور مثال من اگه اینجا بیام دوربینم و مثلا یه مقدار فواصل اینا رو بیشتر بکنم که راحت موضوع یه چشم بیاد اگر ما توی افتر افکت برای دوربینمون دپتا فیلد رو روشن بکنیم اجازه بدید من دوربینم رو انتخاب بکنم شما این نوشته رادا مک رو اگر دوربین ما دپتا فیل داشته باشه و روشنش بکنیم تار میبینید قشنگ انگار که فوکوس مثلا روی امیره یا برعکس مثلا اگه فوکوس رو من روی رادان بذارم امیر خیلی تار میشه اما توی موشن متاسفانه دوربین ما فقط فید دور و نزدیک داره یعنی من اگه من بیام انتخاب بکنم دوربینمون رو و حالا پراپرتیزش رو بخوایم ببینیم شما میتونید بگید که نزدیک اون چیزی که به دوربین نزدیکن فید شن یا اون چیزی که از دوربین دورن فید شن. ولی این قابلیت رو نداره که شما بگید این فوکوس باشه این یکی فوکوس نباشه شما میتونید لنز رو تغییر بدید اما نمیتونید اون در واقع کار فوکوس و دیفوکوس رو از طریق دوربین توی موشن انجام بدید پس نورهای ما سایه ندارن و دوربینمون هم, هم دپتا فیلد نداره علت این که من دارم اینو خدمتتون میگم اینه که خودم خیلی دنبالش گشتم و در نهایت متوجه شدم که این قابلیت ها وجود نداره به خاطر همین من این نکته میگم خدمتتون که شما انقدر مثل خود من دنبالش نگردید و از همین الان بدونید که خب این ضعف ها وجود داره توی دوربین و نور موشن نکته دیگه که اینجا هست من اگر شما F7 رو بزنید همونطور که احتمالا توی درس قبل هم متوجه شدید میتونید آبجکت هاتون رو از این طریق تکون بدید میتونید عقب جلو بکنید میتونید بچرخونید و حالا الاخر شاید براتون راحت تر باشه که از طریق ابزار خود 3D مانیپولیشن این کار رو انجام بدید تا حالا چیزی که اینجا ما داریم ولی به هر صورت این هم یه روشی که شما میتونید باش این کار رو انجام بدید